بسم الله و سلام و سلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والا با سلام خدمت شما بینندگان محترم با یکی دیگر از برنامه های در مسیر خوشبختی خدمت شما بینندگان محترم هستیم امیدواریم که با این برنامه ها مسیر زندگی شما مسیر زندگی شما در مسیر خوشبختیتان هموارتر شده باشه در قسمت قبلی در موضوع گفتگو و این که زوجین در مسائل زندگی خودشون با هم گفتگو کنند صحبت کردیم و گفتیم که باید در مورد مشکلات زندگی خودشون برنامه ریزی هایی که دارند با هم صحبت کنند تا بتونند بهتر زندگی خودشون را به مسیر خوشبختی خودشون به مسیر خوشبختی در واقع برسانند و برای شما گفتیم که برای گفتگوی خانوادگی در گفتگو در میان زن و شوهر چی چیزهایی و چه چی کارهایی و نکاتی لازمه راهکاری که در این قسمت برای شما عزیزان میخواهیم معرفی کنیم اینه که از خشم و اسباب آن و چیزهایی که مسبب خشم و غضب میشن دوری کنیم رسول الله صلی الله علیه و سلم هرگز برای کارها و چیزهای معمولی خشم نمی گرفتند تنها زمانی که تنها زمانی خشم به خشم می آمدند که مهارم الهی شکسته می شد. در روایت صحیح مسلم آمده که راوی این روایت ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم هرگز هیچ کس را نمی زدند نه همسر و نه خدمتکار و نه کس دیگه ای را مگر این که در جهاد در راه الله باشند در ادامه حدیث میاد که از هیچ کس انتقام نمی گرفتند اگرچه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ضرری هم رسانیده بود آن شخص ولی انتقام نمی گرفتند ولی ایشان انتقام نمی گرفتند مگر این که حد که حرمت حدود و مرزها و محارم الهی می شود. توجه کنید راوی این روایت همسر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلمه کسی دیگری از صحابه نیست که فقط مدتی با رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه یا از کل زندگی و اخلاق و زندگی داخل خانه رسول الله صلی الله علیه و با خبر نباشه نه بلکه راوی نزدیکترین فرد به رسول الله صلی الله علیه و سلمه. کسی که کاملا رسول الله صلی الله علیه و سلم را میشناسه. و ایشان را در حالت خوشی خشم ناراحتی و هر حالی دیدن رسول الله صلی الله علیه و فقط زمانی که مرا مهارم الهی شکسته میشد خشم می گرفتن. نه برای کارهای معمولی و غیره مثل تاخیر غذا و تاخیر و دیر کردن زن از خروج در از خانه که مثلا میخوان به مسافرت برن یا امور معمولی و دنیوی که امروزه باعث خشم زوجین میشن رسول الله صلی علیه و به این امور معمولی خشم نمی گرفتند در صحیح بخاری روایت شده که یک صحابی به رسول الله صلی الله علیه و گفتند اوصینی یا رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب این صحابه آمدند به رسول الله صلی الله علیه و گفتند یا رسول الله صلی علیه و مرا نصیحت کن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تقضب خشمگی نشو در کارها غضب نگیر باز این صحابه سوال را تکرار کردند که یا رسول الله صلی الله علیه و مرا نصیحتی کن باز رسول الله صلی الله علیه و فرمودند لا تقضب خشمگی نشو در زندگیت از خشم کار نگیر چند بار که این صحابه این سوال را تکرار کردند جواب رسول الله صلی الله علیه و همین یکی بود این صحابه میگه وقتی من به عمق این سخن و گفته رسول الله صلی الله علیه و فکر کردم دیدم که واقعا خشم و غضب جامع و در برگیرنده همه شر و بدی ها و مشکلات چقدر از خانه ها و خانواده ها تنها به علت خشم و غضب خشم و غضب چند دقیقه‌ای و نابجا ویران شدند زندگی آنها از هم پاشیده شد و چقدر تودکان قربانی طلاق شدن که علت آن خشم و ناراحتی از مسائل جزئی بود که اصلا اهمیت چندانی هم نداشتن چقدر از زوجین و خانواده ها هستند که به خاطر یک اشتباه و بگو مگو با طلاق از هم جدا شدن و بعد که جدا شدن پیش این مفتی می رفتند پیش آن مولوی می رفتند پیش اون ما مستا می رفتند تو را خدا راهی برای ما پیدا کنید بچه‌های ما دیگه قربانی شدن ما از هم جدا شدیم زندگی ما ویران شد در حالی که همه راه‌ها را خودش بسته و با یک خشم و غضب اون زن خودش را طلاق داده و راهی نیست اون مولوی اون مامستا اون مفتی که نمیتونه از جیب خودش به اصطلاح یک جواب شرعی پیدا کنه بهش بده جوابش باید در شریعت باشه و اون راه خودش را بسته و اگر این خشم خودش را کنترل می کرد لزومی نداشت که این طرف بره اون طرف بره پیش این و اون دنبال جوابش بگرده برای همین لازمه که ما باید مس... از خشم و غضب دوری کنیم و زوجه این لازمه که خشم و اسبابی که باعث به وجود آمدن خشم میشن دوری و پرهیز کنن اسباب های خشم و غضب در زوجین متفاوته یک مرد مثلا دوست داره که همسرش صبح زود از خواب بیدار بشه صبحانه آماده باشه تا مرد بعد از تناول و صرف صبحانه به سر کارش بره یکی دیگه میخواد که خانهش همیشه میزبان مهمانان باشه و از مهمانان پذیرایی کنه یک مرد دیگه دوست داره که همسرش با خیشاوندان مشخصی خب حالا به خاطر اخلاق آنها یا مسائل دیگری رفت آمد نکنه و یک مرد دیگه دوست داره که همیشه با لباس مرتب از خانه خارج بشه که همیشه باید لباس مرتب داشته باشه که بپوشه اگر این طور نباشه ناراحت میشه و به خشم میاد و همین طور مثلا یک زن دوست نداره که شوهرش درباره او و بعضی از اخلاق و اشتباهات زنش پیش خانواده خودش صحبت کنه یک خانم دیگه میخواد که در صحبتها با او باید جدی باشی یک زن دیگه از کار دیگه ناراحت میشه حالا ببینیم که چی چیزی باعث ناراحتی طرف مقابل میشه و از این کارها و حرکات باید دوری کنن تا سبب خشم و غذب طرف مقابل در واقع نشه اگر با وجود این هم موجبات خشم فراهم شد و زوجین از همدیگر ناراحت شدن نگذارند که آثار زیانبار آن بیشتر بشه و باید کاری کنند که آرام بشن حتی اگر مجبور شدن موضوع مناقشه را به وقت دیگری محول کنند تا در وقت دیگری مورد اختلاف چیزی که در, در میان آن اختلاف دارند حل کنند وقتی هر دوتا هر دوتایشون زن و شوهر آرام شدن و این خشم آنها فروکش کرد بهتر و اقلانی تصمیم بگیرند البته نه تنها در زندگی مشترک بلکه همیشه تلاش کنید که خودتون را کنترل کنید و از عصبانیت و خشمگینی دور کنید خودتون را عصبانی شدن کار بسیار ساده ای ظاهرا و هر محرک کوچیکی میتونه شما را عصبانی کنه اگر همسرتان فراموش کنه که کاری را برای تن انجام بده این یک محرک عصبانیه اگر کودکتان غذا نخوره اگر رئیستان کار زیادی به شما بده و به شما سخت بگیره در ادارهتون و به هنگام عبور از در واقع خط کشی آبر پیاده ماشینی به شما توجه نمیکنه. به هنگام خروج از مترو یا جاهایی که شلوغ چنان شما رو خول میدن که گویی اصلا وجود نداری و هزاران دلیل دیگر میتونه شما را عصبانی کنه اما باید بدانی که در مقابل این محرک ها میتونی عصبانیت خودت را کنترل کنی خشم یک احساس طبیعی در انسانه که در همه انسانها به نوعی وجود داره و آنها تجربه کردن و تجربه می در صورتی که اگر خشم به صورت صحیح مدیریت بشه به ما انرژی میده تا در جهت رسیدن به اهدافمان فعالیت کنیم و به ما شجاعت میده تا خواسته خودمون را با قاطعیت ابراز بکنیم و دیگران را با دیدگاه خودمان آشنا کنیم و توجیه کنیم و اگر هم بنابر مسئله خشم خشمگین شدیم همانطور که در ابتدای برنامه گفتند تلاش کنید آن را به حد اقل برسانید و از پرهاشگری کارهایی که عصبانیت را بیشتر میکنه دوری کنیم پرهاشگری نوعی واکنش رفتاری است که در افراد خشمگین که ترسو و ضعیف هستند و احساس ناامنی میکنن دیده میشه تحقیقات نشان داده که خشم و عصبانیت پیامدهای منفی بر جسم فکر و رفتار انسان میذاره از مخ... مخرک های خفیف و سبک گرفته تا پرخاش های شدید عصبانیت ضربان قلب و فشار خون را افزایش میده گاهی اوقات حتی اثرات عصبانیت مخربتر هم میشه افرادی که غالبا احساس در واقع احساس جوشی شدن و از کوره در رفتن دارند معمولا دچار مشکلات فیزیکی هم میشن مانند زخم میده، حمله قلبی میشن و عصبانیت عملکرد معمول بدن را مختل میکنه و سبب فعالیت بیش از اندازه و بیش از ظرفیت بعضی از دستگاه های بدن مانند قلب و کلیه و غیره میشه عصبانیت های مکرر میتونه بیماری های بسیاری را در بدن همچون میگرن، درد سر، دیابت، ضعف اعصاب، فشار ماهیچه ها، درد کمر، اختلال در هضم غذا، حتی اسهال و زخم معده به وجود بیاره. اگر نیروی عصبانیت شما باقی مانده باشه و آن را در کناری پنهان کرده باشید و خودخوری کنید این امر میتونه عواقب جدی مانند ابتلا به افسردگی، حملات قلب، سکته مغزی و گیره و بیماری های دیگه برای شما داشته باشه برای این باید از اسباب و چیزهایی که باعث خشم میشن دوری کنیم تأثیرات منفی خشم فقط محدود به بدن و جسم نیست بلکه روان ما هم آسیب میگیره بعد از این که فرد خشم خشمگین شد خود به خود دچار ناراحتی میشه ناراحتی بابت اینکه چرا عصبانی شده و بدین ترتیب خشم به تدریج احساس رضایت فرد را از زندگی تضعیب میکنه در تمام مدتی که عصبانیت در رفتار تأثیر میذاره زرافت، استدلال، هوش و فهم را کاهش میده نیروی عقل در هنگام عصبانیت درست کار نمیکنه در نتیجه فرد عصبانی به شدت احساساتی و برانگیخته میشه فرد عصبانی خودش نمیدانه چه کار میکنه و چه میگه خب در این صورت هیچ کاری از اون هم بعید نیست به گفته پژوهشگران افرادی که نمیتونند خشم و عصبانیت خود را کنترل کنند با فروپاشی خانواده و بیماری های جسمی و روانی مواجه میشن پس اگر کمی به خودتان مسلط شید و خودتان را کنترل کنید نه تنها عصبانیت در مسیر مثبت هدایت میشه بلکه همیشه پیروز و سلامت خواهید بود اما چطور میتونیم خشم خودمون را کنترل کنیم تا هم به خود و هم به فرد مقابل خود آسیب نرسانیم و تا حد ممکن سعی کنیم به حق و حقوق خودمون هم برسیم همانطور که در وسط برنامه گفتیم مراقب باشیم که عصبانیت و خشم ما به پرخاش مبدل نشه و به زور متوسل نشیم یکی دوم این که متهم کردن فرد مقابل و مسئولیت احساس خود را بدون این که فرد مقابل را متهم کنیم در واقع مسئولیت احساسات خودمون را بپذیریم و به فرد مقابل نگیم تو مرا عصبانی کردی بلکه این جمله را اینطوری اصلاح کنیم من عصبانی هستم سوم این که سعی کنیم احساس خشم به درازا نکشه و زود آرام بشیم و خشم خودمون را فروکش کنیم چهارم این که روش های مانند تنفس عمیق شستشوی دست و صورت حتی وضوع گرفتن نوشیدن آب پیاده روی در کاهش خشم و عصبانیت مؤثره و تاثیر زیاد میداره افراد با این روش و کارها میتونن با فرد مقابل بدون اینکه کنترل خود را از دست بدن صحبت کنند و سعی می کنند حرف هایی بزنند که بعد از عصبانیت از گفتن آنها پشیمان نشند با این روش شما میتونید بدون اینکه به دیگران آزاری برسانید و نیازهایتان را نیازهای خود خودتون را در واقع مطرح کنید که این روشی سالم و خوب برای مقابله با عصبانیت است پس اگر کمی به خودتان مسلط شید نه تنها عصبانیت در مسیر مثبت هدایت میشه بلکه همیشه پیروز و سلامت خواهید بود هرچقدر در طول زندگی روزمره عصبانیت بیشتر باشه و بیشتر نشان بدیم عصبانیت قطعاً تلخی حاصل از خشم شیرینی بهره گرفتن و لذت بردن از نعمت زندگی را کم اثر میکنه پس برای این لازمه که ما از خشم و چیزهایی که مسبب خشم هستند از آنها دوری کنیم و اگر به خشم آمدیم تلاش کنیم آن را به حد اقل برسانیم به امید این که این برنامه مورد پسند و قبول شما قرار گرفته باشه از اینکه این برنامه را برای دیدن انتخاب کردید از شما تشکر می تا برنامه دیگر شما را به خداوند منان می سپاریم خداوند یار و نگهدارتان